به لطف خدا این لطف خدا میدانم که در جامعه افغانستان مردم ما بسیار بسیار مشتاق بحث های مهدوی هستند از یک طرف این ضرورت احساس کردن مردم ما ما هم, هم این ضرورت احساس کردیم و واقعا یک بحث ضروری هم هست به خاطر که وضعیت جهان که می‌بینیم وضعیت جامعه خود را که می‌بینیم ما می بینیم که ما باید به سمت حضرت مهدی از جلال تعالی فرج و شریف بریم و ما باید از خدای متعال بخواهیم که هر چه زودتر فرج امام زمان برسانه تا آن حضرت گره گشایی کنه بند. و مشکلات در واقع ما رو باز در یک آشوبی به سر میبریم باید این یک طور برطرف بشه بله و در این اوضاع و شرایط این رو متوجه باشیم که هر چقدر معرفت ما بیشتر باشه به حضرت مهدی از جلال الله تعالی فرج و شریف به همون اندازه ما میتونیم به ظهور نزدیکتر شویم ما وقتی میتونیم به ظهور نزدیک بشیم که معرفت خدا به حضرت بیشتر کنیم و برنامه های حضرت بیشتر کنیم و به شرایط ظهور به نشانه های ظهور بیشتر معرفت پیدا کنیم و خود حضرت به شخصیت حضرت معرفت پیدا کنیم و باز اگر این بحث از منظر قرآن کریم باشه که خوب قرآن کریم بسیار محکم هست سند قاطع اسلام سخن خداوند متعال که در او هیچ شک نیست هیچ باطلی در او راه پیدا نکرده و کتابی است تردید ناپذیر کتابی است بیان روشن روشنگر خب اگر از منظر قرآن کریم ما بیم این بحث بسیار مهم را بحث بکنیم و مورد بررسی قرار بدیم ما به معرفت بسیار عمیقتر دقیقتر و راهگشاتر می‌رسیم. روی این جهت من احساس می‌کنم که این بحث بسیار ضرورت داره که ما از منظر قرآن کریم بیایم مهدویت بررسی بکنیم و آیات مهدوی را به صحبت بنشینیم. بسیار تشکر استاد خیلی عالی. چه پیوندی بین حضرت مهدی الله تعالی فرجه شریف و قرآن کریم وجود داشت. بسیار سوال زیبایی فرودین جناب آقای حسینی عزیز بین قرآن کریم و حضرت مهدی جلالات تعالی فرج و شریف ما پیوندهای های زیادی را میتونیم ببینیم بی که حالا ما به بخش از این پیوندها ها به نمونه های از این پیوندها اشاره میکنم بسیار که خب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج و شریف تلاوتگر خاری و خواننده قرآن کریمه اه. ما در سیار. زیارت شریف یاسین میخوانیم السلام علیک یا تالی کتاب الله ای تلاوتگر مجد. کتاب خدا سلام. چه خوش است صوت قرآن ز تو دل ربا شنیدن به رو خط نظاره کردن سخن خدا شنیدن خب حضرت مهدی قرآن زیاد تلاوت میکنه زیاد میخونه و ما همی درس باید بگیریم بینندگان عزیز بزرگواران عاشقان حضرت مهدی ما و شمایی که خود را پیره و حضرت مهدی می دانیم باید با قرآن کریم خیلی اونس بگیریم و قرآن کریم ما باید بخوانیم باید تلاوت بله. کنیم دومین پیوندی که میتونیم مد نظر بگیریم یعنی میفهمیم درک می کنیم اینه که حضرت مهدی جلال الله تعالی فرج شریف مفسر قرآن کریم هست بله تفسیر میکنه بله السلام علیک زیارت شریفی علیاسی میخونیم یا تالی کتاب الله و ترجمانه آقایی که شما ترجمان قرآن هستی ترجمان, ترجمان قرآن اینه مفسر قرآن کریم قرآن کریم یک کتابی هست که تبیانن لکل شیء هست بیانگر هر چیزه خواهی بیانگر هر چیز نیاز به مبینی دارد قرآن کریم که بیای اون حقایق را که قرآن کریم در ظاهر و در باطن خود داره به طور واضح و روشن از این کتاب استخراج کنه استنباط کنه و بیان کنه هرچند قرآن کریم کتاب روشن و حقایق را ارائه کرده اما بسیار کتاب عمیقی است و بسیار کتاب پرمعنا و پرمحتوایی است و نکات بسیار عمیق و فراوان هم در ظاهر و هم در باطن داره خب حالا چه کسی عالم آگاه به تمام قرآن کریم هست امروز در زمان ما حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج شریف اون مفسره کامل قرآن کریم است و ما منتظریم که انشاءالله حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج و شریف بیاین و برای ما جلسه تفسیر قرآن بگذارن و حقایق قرآن با باطن قرآن و درس های عمیق و دقیق قرآن کریم را برای ما تبیین کنن و توضیح بدن این دومین پیوند که میشه بین حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج و شریف قرآن کریم مد نظر گرفت و سومین پیمان یه که وجود نازنین حضرت مهدی از جلال فرج و شریف مجیری قرآن کریم بحنی. است انشالله وجود نازنین حضرت مهدی خواهد آمد و قرآن بر کل جهان بر سراسر گیتی اوامر قرآن اجرا خواهد, خواهد, کرد و لذا حکومت قرآن تشکیل خواهد داد و همه ائمه معصومی در مسائل اسلام دنبال ای بودند که کارو بکنن و انشاالله شاء الله از ذات مهدی کار به طور کامل تحقق خواهد بخشید بسیار عالی استاد در قرآن آیاتی هم راجع به حضرت مهدی و مهدویت هست که مثلا اینی سراحتا به این موضوع پرداخته باشه یا نه یا با طول و تفصیل و در تفسیر و از سیاق کلام مثلا متوجه موضوع بشیم یا خیر بسیار خوب بسیار اشاره زیبایی داشتین شما که یکی از پیوندهایی که بین حضرت مهدی از جلالات الله فراج شریف و قرآن کریم هست که آیات بسیاری در شعن حضرت مهدی الله تعالی فرج و شریف نازل شده خدمت شما رسونم که مفسران عزیز محققان و بزرگواری که دنبال این موضوع گشتن و جستجو کردن و آیات را رفتن پیدا بکنن بر اساس احادیث و روایاتی که آمده که این آیه مربوط به حضرت مهدی است این آیه مربوط به حضرت مهدی است یکی از اساتید بزرگوار مقاله ای نوشته که مهدویت در قرآن کریم ایشان بیش از 300 آیه بیش از 300 آیه در این مقاله خودش شناسایی کرده راجع به حضرت مهدی عجل الله تعالی بله. فرج الشریف